ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان اعلام کرد آماده گشودن صفحه جدیدی با ایالات متحده آمریکا هستیم. سخنگوی طالبان در گفتگو با شبکه خبری الجزیره تصریح کرد مذاکرات افغانستان با طرف آمریکایی در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی انتخاب عبداللطیف رشید به ریاست جمهوری عراق را به وی تبریک گفت و سپس بر لزوم انجام اصلاحات در عراق برای تأمین آینده ملت عراق تأکید کرد. او با ابراز اطمینان از تجربه و نقش‌آفرینی تعیین کننده رئیس جمهور عراق در ایجاد کشوری دموکراتیک، فدرال و واحد در راستای منافع مردم عراق گفت تصریح در تشکیل دولتی کارآمد و دارای اختیارات کامل و قادر به پاسخگویی به مطالبات مشروع از رهگذر انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برای ساخت آینده بهتر برای مردم عراق از جمله زنان و جوانان ضروری است. شب گذشته همزمان با شام شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مراسم و آیین شمع‌گردانی خادمان این آستان مقدس برگزار شد. در این مراسم هزاران تن از شیعیان و عاشقان اهل بیت اسفل و طهارت علیهم السلام نیز در محل حضور داشتند.